درود به بینندگان عزیز، بینندگان برنامه کلگپ. هفته دیگه شد، اومدیم به خدمت شما، با شما صحبت بکنیم. خب لایجانین عزیز، گیلونین عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا ایسان در این روزای پرآشوب ایران همه خوبین، سلامتین. برای اینکه این روزای سناریویی بمیشتن به شما ادن انتخابات جمهوری اسلامی. به هر حال ملغنیم بشیم توی انتخابات و ده ندونم توی دیتیل نمیدونم جمهوری اسلامی، ولی کلن این انتخابات همیشه همینجوری بود 38 سال. ولی بعد دعای بکنیم، با دعا برنامه آغاز بکنیم. خداوند شکر و سپاس میگم نام و قدوس و مقدس توی خداوند جلال، از آن تو سی پدر جان. هر کاری که ما میکنیم ای خداوند نام تو جلال بیابه. ای خداوند امروز به قدوسیت نام عیسی مسیح خداوند عزیز، ای پدر آسمانی، ما را هدایت و حمایت بکن و هر چیزی که از زبانم بیرون میاد ای خداوند نام تو را جلال بده. ای خداوند امروز بر ایران و ایرانی خداوند لطف و فیض و رحمت تو بریز ای خداوند، تا ایرانیای خداوند محبت عظیم تو بچشن ای خداوند و ببینن تو چی خدای زنده، چی خدای عظیم و پرفیض و پر از برکت هستی. شکرت میکنیم ای خداوند، برنامه رو با نام عزیز عیسی مسیح آغاز میکنیم، آمین. خب گیلونین عزیز، گفتم که انتخابات یه سناریویه که بمیشته ان 38 سال مردم هم ای تو بازی کردن. البته یه مقدار صحبت کنم، برای اینکه امروز مو تلویزیونی که نگاه کردم برنامه مناظره ایشون بدیم، وقتی مناظره کنن همه چیزو که واقعیت دنه در ایران همه کاندیدان صحبت کنن. مثلا گونم بیکاری ان، نه فقر ان، نه بدبختی ان، نه فحشا ان، نه دزدی ان، نه همه ایشون صحبت کنن. وقتی که انتخابات تمنابنه همه ایشون پکابنه. یعنی شما گونین اگر فقر نه، رئیس جمهور نه، با غرور بیش ازاد ما در مملکت خودمون فقری وجود ندنه، ما در مملکتمون اصلا بیکاری وجود ندنه. آقا تو الان مناظره من 4 روز پیش گوده دیبین الان که انتخاب میادیم قبول آبوی برنده وی گونی چی وجود ندنه. بس خود ملت ایران اینقدر باوش و زرنگی سن که این مناظره نگاه کردن، خودشون اعتراف کردن که آقا چقدر بدبختی و بیچارگی در ایران وجود داره. ولی بعد از انتخابات یک روی دیگه بنن، او روی سکن. همیشه ایشون دو روی سکتنه، یه رویی که در انتخاباته که سناریویی که شمه به بمبیشته دنن، الان هم دونن که ببوی که هم ببون، اصلا کاری به این چیزون ندنن، کاری به من و تو، رای من و تو ندنن، اینو خودتون بیاتر از من دونین. ولی این دوره هم مثل دوره های سابق هیچ فرقی نکنه، همه مردم با این بدبختی و بیچارگی، فقر و بیکاری و اقتصاد خراب و همه جا داغون و سوریه ایشون خرج کردن، این همه خرج کردن، میلیارد دلار عدد رن وره. بعد اما اینی مثلا جنوب اهواز هواش داغونه، سیستان و بلوچستان بدبخت و بیچاره مردم. بابا این همه پول آمده در ایران، یک دوای زخمی ببین برای سیستان و بلوچستان و شهرهای محروم. آدم بعض موقع واقعا توی توییتر و دیدنم واتس اپ و دیدنم فیسبوک و اینستاگرام و ایشون نگاه کنه، این بدبختی و فرق خدا رو شکر برای تکنولوژی که تکنولوژی همه چی نشون دین آدمه. یعنی در آن وایه توتینی هر جا که هر چیزی سه مردم بنتن نشون بدین، خوبیش اینه. ولی چی فایده دنه؟ الان نگاه بکنی شما ای پولون ای همه چی شده ره، یک دنه ای پولون نشنه خرج نبنه، بدبختون او رو زک مدرسه خم بشون، مدرسه من نیه
که کلاس ندنه، کتاب ندنه، صندلی ندنه بنیشه، معلم با غیرت دنه انواره زمین سی جونه تعلیم دینه، جونه درس خونه زکن با او بدبختی و بیچارگی. مثلا یه جا بدیم که از رودخونه قدرت بشین یه پول برای ایشون نزینه، نه به جای پول زکن از سیم استفاده بودن که سیمسی نیشنن بیرسنن شنن اون طرف از اون طرف هم هنن. خب خواهی خطرناک زمستون زک در این جادن در این رودخونه اون طرف شون بابا عوضی که اینقدر حرف بزنین باید یه ذری ملت خدمت بکنین بابا، اینقدر غرور ندارین، اینقدر تکبر ندارین. همه ما از تکبر و غرور بیش از حد که من نیم زندگی های ما رو درست کنیم. همه گونن ما داناترین آدمیم، همه گونن که ما انسان هاییم که همه چیز بلدیم، در صورتی که ما ایرانین منو دارم چرا در همه چیز دخالت کنیم. آقا اگه بنده کارم ایره مثلا تلویزیون گردون نیه خون نکنم، اگه گوینده خوبی نبوم ننم نه علکی نگونم آقا مو بلدم الان میاره نشنم که چی باشه. چرا هر چیزی امو خانیم امو ایرانین خانیم بگیم که امو بهترینیم؟ همه چیه گونیم همون بهترینیم، همه چیه گونیم همون دونیم، در صورتی که اصلا یه اطلاعی از هیچی نانیم. مردو گونه آقا فلانگست فلان مرض دانه آو بوش آقا دوته مثلا گوجه بخور، خیار بخور، اونو بخور، اینو بخور، تو درست آبانی. آقا چرا یه دستور دینی مردو؟ آقا بگو ندونم، این ندونم و بلنیم در زبان و دهان ایرانین وجود ندانه. همیشه پر از غرور، تکبر. خانم بگن همه چیز همون بلدیم، هیچ کس در تخصص خودش را نشنه، همه کس ده تخصص دانن. یا آقایی که الان مثلا در صحبت کردن برای انتخابات وقتی انتخاب بنده الان مثلا زاکونه گونه که آقا شما روسرین آزاد، روسری تا ایرانه، مو معلومه، من نمیدونم لباسون مثلا عجب اون باوشن، ولی همین که فردایشش روز انتخابات تمناو بگیره با بند بنه، گینن زینن بینن زندون. در انتخابات همه گوترن الان شش نفر وریسن برای ریاست جمهوری، شش نفر هم همه چی درد ایرانو گوته دارن. اگه شما قشنگ گوش بدیم بهشون، همه همدیگر هم محکوم بکنن، گونه آقا اقتصاد خراب، صفره، بیکاری وجود دنه، فحشا وجود دنه، فقر زیر ندونم چنی میلیونه، 3 میلیون تومان اگه بداری گونه زیر فقره. خود جمهوری اسلامی اعلام کرده 3 میلیون اگه بداری. ما کاری به حکومتشون ندانیم، حکومتون همه جوری هن، تمام حکومتان برای بقای خودشون، برای مقام خودشون کار انجام دادن، برای جیب خودشون کار کردن. ولی باز این دولت‌های اروپایی، دولت‌های مثلا آمریکا یا جای دیگر اگر هم در این چیز دزدی وجود بداره فلان، ولی برای مردمشون کار انجام دادن، پولی که اقتصادی برای مملکت مثلا آمریکا نه، شنن اتوبان زینن، شنن خیابان درست کنن، مدرسه چا کنن، مؤسساتی درست کنن، کارخانجاتی ایجاد کنن که مردم اشتغال زایی کنن. ولی امی ایرانمی نیتو نیه، ایرانمی فقط پولانه، از این طرف هنه از اون طرف دزدی بنشنه. بعدا یک بچه که در سیستون و بلوچستان در یک کوردات بدبخت بیچاری سواره یک دونه خان درس بخونه، یک دونه صندلی و یک دونه میز ندنه، چهار دی کتاب خوب اینو هندینه که بنیش وارد درس بکنه، از زمین است بنیش طویله میخوام بایست درس بکنه، یک دونه معلم با غیرت هم پیدا بنه، واقعا خوش آب، واقعا دست خدا با اون معلم بون، واقعا اون کار خدایی کدره، او کار خدایی کدره. عیسی مسیح گونه که کسی که برای مردم کار کدرن او مورد قبول خداونده، دل خداونده دنه. برای اینکه ما همیشه منم منم دانیم، منم منم بی خودی اصلا ارزشی ندانم، منم منم بدارم، منم منم موقعی بنه که ما عمل بکنم، عملمون نشون بده که آقا بنده عملا چیزی انجام دینم، نه فقط حرف سینم. همیشه حرف 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 حرف، ما جمهوری اسلامی فقط حرف داریم.
دولت های دیگر هم همش حرف دنن ولی باز عمل انجام دنن. چی کاری با این همه وقتی من خودم به خانه ایم خودتون بگم مثال ندین، فرشی که به خانه رواز به مسجد حرامه خودتون بگی این مثال ندنین. وقتی در ایران این بدبختی و بیچاری هم نه، چی کاری با معذره میخوام فلسطین دنم، چی کاری با لبنان دنم، چی کاری با سوریه دنم، من چی کار با اورا؟ وقتی خانه ایم خرابه بر سرمو خراب بودره بوشم جای دیگر آباد آگونم؟ زلزله بم بم ابو شاید بگم معلوم 20-25 سال پیش بگونم شایدم بیشتر ندونم، هنوزم او زلزله به ما او خونن درست آنوان. ولی شما شنین لبنان می نگاه کنین که خونهایی که خرابه در عرض یک سال جمهوری اسلامی بشه ورشون آباد آگوده. بعدم اوشون مصاحبه که کدهون گوتن که بله خدا بدر جمهوری اسلامی، خدا بدر مسئولین جمهوری اسلامی ایران که امی یک ساله امی خونان چا بودن. اوشون درست کنیم بدن ایران که بدبخت و بیچارن درست کنیم. هرچی وارن ننشیم مناظره نکنین هم دیگر هم از صحبت های علکی و وعده های علکی پوچ و توخالی. با خودتون واگذار کنم ملت ایران که خودتون هرچی دونین. بنده چیز تو ایران زندگی کردنیم و ندونم الان موضوع چیه، ولی مدونم که ایرانی خیلی باوشتر از ایشونن که بخن حرفای ایشون رو قبول بکنن. گوته دوم غرور ملت ایران رو گوته دوم. همیشه ما گونیم همه چیز باید همه بدونن، نه ما همه چیز بدونیم. برای اینکه بنده اگه یک کاری دنم خودم شنم در کار خودم استاد بنم یا در کار خودم فنی بنم درست آبنم، ولی اگر کاری که از مو برنانم مثلا اگر بنده نجارم نشنم در بنایی مداخله نکنم، اگر بنده نجارم نشنم در سربندی خونه مداخله نکنم، نجاری هرچی سربندی هم دانه، ولی کلن نشنم مثلا کاشیکاریش یه چیز مداخله نکنم. بیشتری چیزان ما هم از غرورانه. ایران بدبختی که ما دانیم ایرانین همیشه گونیم که آقا ما همه چیزو بلدیم، تا حرف زنیم رگای ما قوی بنه زن بیرون کنیم بله ایران آقا قدمت 5000 ساله دانه ایران چی بنه، ولی بدبختی بیچارگی که الان تو ایران نه اونو نگاه نکنیم، عوضی که حرف بداریم بشیم یه ذره عمل هم انجام بدیم، یه ذره خرد بداریم. لعنتی که در ایران هن نه به خاطر چیزه؟ به خاطر گناه، به خاطر دروغگویی، به خاطر دزدی، به خاطری که کلک به هم دیگه زنیم. این دوره اینه و که اطمینان به کسی آدم بکنه، کاری انجام دینن که آدم به کسی دیگه هم اطمینان نکنه. در صورتی که وقتی یک نفر الان احتیاج داره ما اگه به اون کمک بکنم یک کاری کنن که دی آدم به کسی دیگه کمک نکنه. واقعا چرا ما بایستی یک کار بکنیم؟ باید کسایی که محبت کنن اونشون تشویق بکنیم، کسایی که محبت کنن دل خدا رو دنن تشویقشون بکنیم، بذار محبتشون بیشتر آبون بده دست مردم بیشتری بگیرن. الان ایران واقعا مردم شاید بگم 40-50% مردم احتیاج دنن به کمک، احتیاج دنن به کمک شما هموطنان، اونشونی که دستشون به دهانشون رسنه خواهشن کمکشون بکنین. بدبختی و بیچارگی فر اگه یک دن لباس اضافه دنیم بگیری ندین اوشون، اگه یک کفش اضافه دنی ندین، اگه یک پولی واقعا مثلا 100 تومانم بابا 200 تومانم بابا علی هرچی ایشون پولی نین 1000 تومانم بابا بگیریم بدبختی بیچاره هدین، کمکای شما هم دیگره بدارین، خدا بیشتر برکت دینه به شما. مو ایمان دنم کسی که به کسی دیگه کمک کنه خداوند برکت بیش از حد دینه اونه. یه ذره بایم خرد از خداوند بگیریم. مثلا در یعقوب گونه که اگر خود را خردمند و حکیم میدانید باید همواره مهربان و نیکوکار باشید. اگر واقعا من خودم خردمند دونم خودم گونم که آقا همه چیز بلدم باید بام مهربانی بکنم، باید بام نیکوکاری بکنم، باید بام
خدای واقعی به مردم نشان بدیم. بذار این روزا مردم اینقدر از خدا دورابون تمام بدبختی نشانی به هنده. تا الان هم یک کاری بودن اینقدر خدای دروغی بردن به این مردم ایران معرفی بودن که مردم ایران از خدا زده ببون، از همه چی زده ببون. در صورت که ما همین حالا در ایران احتیاج داریم به این خدای زنده، خدایی که گوش دنه، گوش شنوا دنه، خدایی که دست دنه عمل کنه، خدایی که صحبت کنه با تو. نه بوتهایی که بپرسیم، مردهایی که بپرسیم هیچ کاری برای ما انجام نده. از کارگردان عزیز خانم یک سرودی بنه، بعد برگردم به شما. دست پر مهرت پدر جان، گرمی دلهای ما، نام قدوست مسیحا، مرهم زخمای ما، روح قدوس خداوند، عشق تو در جان ما، فیض و امید و حیاتم، نام تو بر لبهای ما. با درود دوباره به ملت عزیز، ملت عزیز ایران، به گیلانیان عزیز، به لایجانیان عزیز. بله گفتم که یه ذره با هم مهربون ببیم، یه ذره بایم این خدایی که زنده به مردم معرفی بکنیم، نه خدای مرده. ببین خدای مرده وقتی پرستنیم خودمونم احساس مردگی کنیم. درست زنده ایم ولی واقعا احساس مردگی کنیم. نه شادی در زندگی ما هنه، نه مهربونی هنه، نه نیکویی هنه، نه کاری انجام دینیم برای کسی، نه کاری برای خودمون انجام دینیم. چون درون ما خسته، خفه، برای اینکه خدایی که زنده بون با آدم حرف زنه. بشین کتاب مقدس بخونین، اگر ندانیم بشین آنلاین. من مدونم ایرانین خیلی باهوشن، فیلتر شکن دنن شنن، آنلاینی من همه چیز پیدا کنن. بشین آنلاینی من سایده مسیح پیدا بکنین، کتاب مقدس خواهش کنم بخونین.
اگر داستانیم بابا بخونیم فقط ببینی کتاب چی بوده داره شماره به این کسایی که مثلا خنن حرف بزنن تا عمل بکنن به این کتاب چی گونه داره اون موقع به این خنین که شما یه رای دیگه بشین یه رای که عیسی مسیح به شما گوتره شنین عیسی مسیح به من بخاطر من و تو روی صلیب بشه عیسی مسیح اینقدر که خدای در جسم بو اینقدر فروتن بو که حتی به مرگ بر روی صلیب هم به خودش بیته حتی روی صلیب اینو کشته دون بوده خداوند ایشون ندونن چی کرد ایشون ببخش اینه گونن یک رهبر یک خدای واقعی که این خدا تینه تا زندگی من شادی آرامش برکت سلامتی بره وقتی به نام عیسی مسیح وقتی مسیحی بنی به نام عیسی مسیح قدرتی که عیسی مسیح روح القدس وقتی در تو وجود دنه شفا برای کسی اعلام کنی در نام عیسی مسیح شفا پیدا کنه بدبختی ها خیلی از بین شنن یه زن آمریکایی بود که مو بوشم در یه قایق یک نفره نشتمه بوشم قایق سواری قایق تو وقتی طوفانی بنه برگردنه زنه همین پش کنه هم خودش 20 دقیقه درو آب زیر آب مونه خب کسی که 2 دقیقه در زیر آب مون نفس نکشه مینه این 20 دقیقه مینه وقتی بمرده خودش گونه که مو می رو وقتی از می جسم جدا وای نگاه کردم که می قایق وره کسی خودم هم وارونه می جسم وارونه کته زیر آب فقط قایق زیر تای قایق دیش است خودی تو زیر آبی سوا بعد اینه همکارون که این همه ایساهم متوجه بنم بعد از یه رو بیست دقیقه شنن این بگی نه بینن جور ولی گونه در این موقعی که مو وقتی می رو از می بدن جدا ببو ویرسم وقتی بو هم توی تونل تاریک با سرعت نور گونه تاریکی می شود اومد بوش اومد به غر جهنم جهنم میان بدیم ای که آدمون عذاب کشیده دارن همه همدیگه رو گردونن چی گناهی انجام بدن مثلا اون دونه مثلا مو چی قالتاق گری بودم اوکته دونه اوکته چی قالتاق گری بوده همه همدیگه رو دونن گناه ولی نتینن همدیگه رو حرف بزنن نتینن همدیگه رو همه تنهایی فقط عذاب کشیده بون وقتی آدم دور از خدا بون بنه تنهایی مطلق بنه جهنم ولی گونه تین سنه مثلا بهشتم این خانوم اعلام کرد و آمریکایی که بهشتم تین سنه بین نی در مثلا یک مایلی مثلا بهشت دیم بهشت چه جای عالی همه ایسان آره با خوشی در زندگی کرد اون گونه خداوند ما جهنم نشون بده بعد از اون ما برده بهشت مینم من نشون بده بهشت مین ولی موت بعد می جسم می خواستی به همه خدا بود تا هنوز موقع مرگ تو نباید من فقط تا بردم این نشان بدم ای که تو این اعلام بکنی با در کتاب هم بمیشتنه که مردم اعلام کنن او دنیا تینم بینن شنن نگاه کنن انم بدن اعلام کنن این یک دونه از او آدمان بود خیلی آدمان داریم اگه بچین سعید من بینین تجربات بعد از مرگ خیلی بزنین سعید من همه اوشان هنه اوشانی که تجربه بعد از مرگ دانن یعنی بمردن 20 دقیقه بعدش زنده ببون یا نیم ساعت بعدش 2 ساعت بعدش اشون اعلام کنن که می رو مثلا بوشو کوره بوشه چیچه بده چی ولی خداوند زنه بوده که بوشو انجیل بشارت بدی و بگو به همه این مردم که همچین جای وجود دانه بهش وجود دانه جهنم وجود دانه که خیلی نلو حرف سنیم گونه نه آقا جهنم کورنه بهش کورنه اصلا همچین چیزی وجود ندانه در صورت که نه بهشت و جهنم وجود داره در یعقوب همین گونه که اگر به سبب داشتن این گونه اعمال به خود نبالید آنگاه به راستی خردمند می باشید ایشانو گوتره که خرد و مهربانی در اینه که با خدا ببین اگر خود را خردمند و حکیم میدانیم واقعا که ما ایرانیان همه خودمون حکیم دانیم باید همواره مهربان و نیکوکار باشیم اگر به سبب داشتن این گونه اعمال به خود نبالید آنگاه به راستی خردمند میباشید یعنی اگه غرور ندارین اگه
خودتون منم منم ندارین، واقعا خرد دانین و در راستی زندگی کردین. اما اگر در زندگیتان کینه، حسادت، خودخواهی وجود دارد، بیوده سنگ عقل و خرد را به سینه نزنید. اگر واقعا منی که کینه ایم، حسد دنم به همه کس، کینه دنم به کاری انجام ندینم، میروانم نیم، چیخ با سنگ خردمندی زینم که چی؟ یا لباس دینی پوشنم که بگم من مثلا دین دارم، یا مثلا چهار تا کلمات غلام به سلام بگونم گونم من دانشمندم، خردمندم. وقتی هیچ اعمالی از مو بیرون ننه، وقتی هیچ محبتی از مو بیرون ننه، همیشه تنگ نظری و حسادت بر مو مستولی بنه، چه فایده ای دنه؟ ارزش مو در اینه که وقتی مگونم وقتی عیسی مسیح بشناسین، تازه فهمنین که زندگی و تولد تازه چیسه، تازه فهمنین که تولد تازه پیدا بودین. با عیسی مسیح قدم بزنین، تازه فهمنین که بابا این خدایی که گونن صحبت کنه آدم، اما رویا نشوم دینه، در خواب در بیداری کتاب بازا کنین، بعضی موقع یک چی صحبتی کردین در فکراتون، یه جای کتاب بازا کنین درست میبینی او کلام با تو صحبت کرده، یا یه نفر اما صحبت کردین یه چیزی از دان یه نفر بیرون آنه که مال خودتونه، بشیمون مثلا نبوت کرده. بله گونه، اما اگر در زندگیتان کینه و حسادت و خودخواهی وجود دارد، بیهوده سنگ عقل و خرد را به سینه نزنید که این بدترین نوع دروغ می باشد. بدترین دروغ و مردم سرکولا نادن اینه که بگم مو بسن چیزی که وارد نیم بگم واردم، حسادت دنم بگم نه من اصلا حسود نیم، اصلا هر کس خانه هرچی بداره بداره، در سوی که می چش بیرون آمده، می قلب بیرون آمده، اینم مثلا فلان کس فلان پول دنه بلان. دنبال این چیزو نگردین، دنبال این که مثلا مو کینهی به اون کینهی نه اون فایده نداره. در مزامیر 37 الان شمیه بخونم باید چی گونه. مزامیر 37 می کاغذم پره با گوره. در مزامیر 37 گونه سرنوشت نیکانه بده، گونه به سبب بدکاران خود را آزرد خادر مکن، بر آدم های شرور حسد مبر، آنا مانند علف بیدوام، به زودی پژمرده شده از بین خواهد رفت. میگه اینقدر حسادت نکنیم برای کسایی که آقا او پول دنه، او زندگی، همه ای ما تموم این جسم خاکه، برای این جسم خاک برگردن، همین جسم هم نینی میرشنیم، هیچ کس یک ریال یک دونه لباس با خودش نبینه. او دنیا عمر آدمی هم به حدی زود گذرنه. الان مثلا ما در این سیمبرسی هم باور بکنم، مثلا شاید 20 سالم که الان با ما میره، اصلا این 20 سال ندونم چطور بگذشته. همه خودتون خودتون نگاه بکنین، مثلا دیروز بی 50 سال، الان با 70 سال، 20 سال سری بگذشته، او یکی با 20 سال، الان با 40 سال، با چقدر سری گذرنه. با این با هم مهربونی بکنیم، با هم محبت بداریم. اگر هم یه نفر چیزی وارده، واقعا اگه بنده گونم خردمندم، بام از خرد خودم به مردم یاد بدم، از مهربانی بگونم به مردم یاد بدم مهربانی، نه کینه به دل ببوم، نه حسادت بدارم، نه اینکه چشم ندارم کسی بینم، یا به کسی اطمینان کنی انا تمامتی زندگی نابود آکنشنه. ولی باز او کسی که نابود آکنشنه اینه بودونین که او همیشه عقبه، او همیشه کسایی که سر مردم کلا نینن، مال مردم خونن، کار مردم از بین بینن، زندگی مردم از بین، بودن که در زندگی نه آرامش دنن و شون نه چی، یکی دوتا نه، این یک نفر دو نفر آقا موینم که اینقدر مثلا این مثلا فلان کس این همه بدی کرده ولی در زندگی جا. نه، بوشو در درونش واقعا آشفته، درونش واقعا بدبخته، بیچاره. او کسی که مردم سر کلانه نه، از نظر وجدانی اصلا آرامش ندنه. وقتی مال مردم بخوری، مردم سر کلانه خانی با سر کلانه گذاشتن بشی جور،
واقعا که هیچی ندنی، در درون خالی. اگه مخانم با پول خودم مقام ببرم جور، 2000 نیارزنه. باید مو اگه پول ندارم، هیچی هم ندارم، محبت بدارم به مردم. این محبت مو باعث بنه که مردم ما دوست بدارن. همه کس امروز گرفتای دنه، چون مو این خدا شناسنم، منم گرفتای دنم. چون این خدا شناسنم، با قوت خدا راشنم، با قوت خدا زندگی کنم. ایمون دنم که دست خدا در زندگی مو هنه. ایمون دنم که این خدا خدای زنده، چشم از مو بر نمیداره هیچ وقت. بس من امروز بگین عیسی مسیح خداوند، امروز تو رو به قلبم دعوت کنم و از تو خانم که پادشاه زندگی مو ببی. امروز خانم که رهبریت زندگی مو به دست تو ببون. به خداوند ایمون دنم که تو به خاطر گناهان مو بشه روی صلیب و بعد از 3 روز از مردگان ویرسای بلند بوی بمای بیرون زنده. و دونم امروز تو خدای زنده منی. شکرت کنم به نام عیسی مسیح. شما رو تا هفته دیگر به خدای زنده سپرنم. تا هفته دیگه بدرود. شاد باشید.